صدر و قعر لیگ برتر فوتبال در اختیار کرمانی ها. 4 هفته از شروع لیگ برتر گذشت و 2 نماینده استان کرمان عملکرد متفاوتی داشتند. شاگردان قلعه نوعی که فصل جدید مسابقات رو پرقدرت شروع کردند و امیدهای زیادی برای ادامه دارند، در هفته اول سپاهان رو در خانه شکست دادند. مثل رفسنجان اما با قرعه سختی روبرو شد و در هفته اول مقابل استقلال شکست خورد. تیم‌های کرمانی خیلی زود به هم رسیدند و دربی کرمان در هفته دوم برگزار شد. برنده این بازی که در رفسنجان برگزار شد، گلگهر بود که با 2 گل مثل رفسنجان را شکست داد. در هفته سوم گلگهر در سیرجان میزبان فولاد بود و شاگردان جواد نکونام تیم قلعه نوئی را در سیرجان متوقف کردند. تقابل تازه لیگ برتری ها در هفته سوم برنده نداشت و مسی های رفسنجان با 1 تساوی اولین امتیاز خودشون رو مقابل آلومینیوم عراق به دست آوردند. روند خوب گلگهر در هفته 4 هم ادامه داشت و سیرجانی ها در 1 بازی خارج از خانه توانستند ماشین سازی حسینی را شکست دهند. رفسنجانی ها اما در این هفته ناکام بودند و علارغم بازی خوبی که مقابل تراکتور سازی داشتند با 1 گل شکست خوردند. با این نتایج گلگهر با 3 برد 1 مساوی 7 گل زده و 2 گل خورده در صد جدول قرار دارد. مثل رفسنجان هم با 3 باخت 1 مساوی و 5 گل خورده در قعر جدول، اما امیدهای فراوانی برای ادامه دارد. نام گادین منچا مهاجم گلگهر هم با 4 گل زده به همراه طالب ریگانی از نفت آبادان در صدر جدول گلزنان لیگ برتر دیده میشه. هفته 5 لیگ برتر فردا دوشنبه 17 آذر برگزار میشه. گلگهر در سیرجان میهمان پیکان رد 9 و مسی های رفسنجان میهمان سایپای رد 8. حمزه سلمانی، کرمان. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.